امروز بخش سوم از نقش زن در عهد ازدواجه. آمین. خیلی سعی کردم امروز دیگه همه چی سرسر خیلی چیزا رو بزنم، میگم 6 هفته 7 هفته میشد تا یه چیزی رو امروز به طور خلاصه اجمالی به سمعتون برسونم. آمین. و خیلی به جا دیدم که از صحبت‌های سی‌اس لوئیس قرض بگیرم، وام بگیرم برای شروع این پیام. نویسنده نامی سی‌اس لوئیس اینطور گفته، این کلمات خودشو نوشتم اینجا: انسان تا عزم خود رو برای نیک بودن جذب نکنه نمیفهمه که چقدر بده، خودش بد هست. دوباره میگم، انسان تا عزم خود رو برای نیک بودن جذب نکنه نمیفهمه که چقدر بده. یکی از نظریات ابلهانه رایج اینه که مردم نیک معنی وسوسه را نمی‌دانند. این دروغی کاملا آشکار است. فقط آنانی که با وسوسه مبارزه می‌کنند به قدرت وسوسه پی می‌برند. فقط با جنگیدن علیه آلمانی‌ها هست که می‌شود بفهمیم که توان نظامی اونا چقدر قویه، نه با تسلیم شدن به آنها. متوجه شدی؟ فقط وقتی با نیروی آلمان بجنگیم، جلوش بیستیم، میفهمیم اون نیروهای نظامی آلمانی ها چقدر قویه، نه اینکه بری تسلیم بشی. و دوباره یه مثال دیگه زده: قدرت باد رو با حرف زدن در جهت مخالف اون میتونیم بفهمیم، نه با خوابیدن روی زمین. متوجه هستی؟ به همین سبب است که مردم بد به یک مفهوم چیزی در مورد بدی و پلیدی نمیدانند، زیرا تمام عمر تسلیم آن شدند. ما هرگز به امیال شیطانی، به خصوص نااطاعتی در مقابل خدا و همسرمون و موافقمون پی نمیبریم، به جز اینکه بر علیه آن به جنگ برخیزیم. این بزرگترین، با اطمینان میخوام بگم، این خودم دارم میگم، بزرگترین جنگ ما زنان مقدسه بر علیه نااطاعتیه. ما اسممون ارتش رستگاریه نیست؟ بزرگترین جنگی که یک زن مقدس میتونه بکنه در طول زندگیش بر علیه نااطاعتیه. و همینطور اینم بازم گفته سی‌اس لوئیس، اطاعت کاملا منافات داره با ماهیت و طینت بشری. روح مسیح روح اطاعته، نه سرکشی و عصیان. و خدا و قدرت روحش میتونه کمکمون کنه که تسلیم باشیم. و این یکی از امیال شیطانی که نااطاعتی روش فائق بیاییم. البته منظورشون اطاعتی درونی و داوطلبانه است، نه با فشار دندون یا اطاعتهای مصلحتی که به زور فقط چشش میگیم. متوجه شدی؟ این فقط یه مقدمه ای بود که از خودم نبود. الان میخوایم تعلیمی که 2 هفته گوش کردیم ادامه بدیم. هفته پیش راجع به اطاعت، مطیع بودن یک زن مقدس، زن صالح صحبت کرد. امروز میخوایم ببینیم منظور اطاعت از شوهر خود یعنی چی. یاد گرفتیم هفته های پیش در حالی که زن و مرد با هم مساوی هستن، نقش و وظایف مشخصی دارن، متفاوتی دارن، تا مکمل هم باشن، تا مکمل باشن، تا برای هدفی که خدا قرار داده. یعنی باید با نقش های متفاوت با هم یک بشن تا به اون نقشه خدا برسن. آدم بدون حوا نمیتونست به هدف خدا برسه. باور میکنین؟ هرگز بدون حوا نمیتونست. خدا به آدم گفت از همه درختان باغ بخور، ولی از درخت نیکو بد نخور. شیطان چیکار کرد؟ وارد صحنه میشه.
و یه راست میره سراغ حوا. آیا خدا تو رو از تمامی درختان باغ من کرده؟ اون یه درخت من کرد. اگه آیا خدا تو رو از تمامی درختان باغ من کرده؟ یه چوری با اون حرف زد که انگار از اون پرسید، یعنی لازم نیست تو از شوهر تبعیت کنی، کافی خودت به من جواب بدی. و اینجا بود که حوا زمام امور رو به دست خودش میگیره، بدون مشورت با شوهرش فهمید که این میوه واقعا میتونه خوشتم باشه، چون خیلی خوشنما به نظر میاد، نیست؟ شیطون اولین کسی بود که ترتیب خدا رو به هم زد عزیزان. و حوا چه احساسی داشت وقتی شیطان وسط اومد؟ به نیکویی و ترتیب خدا شک کرد، مثل خیلی از زنا که سررشته زندگی رو به دست خودشون میگیرن، به تدبیرهای همسرشون، به انتخابهای او شک میکنن. و که وقتی که شک وسط میاد، وظیفه مرد چی میشه؟ چه احساسی به دست میاد؟ وظیفه رهبری خودشو، اون قدرت اقتدار رهبری خودشو کم کم از دست میده. تا حالا شنیدین؟ من که خیلی شنیدم. شوهرم خیلی تنبله، صبح تا شب فقط تو خونه میخوابه. اگه حساب کتابو دستش بدم اصلا سر از حساب کتاب در نمیاره، همه چیزو یه جوری حیف و مل میکنه. من هیچ وقت یادم نمیره، وقتی داشتم اینو مینوشتم یاده بچگی هم افتادم، که بچگی 12-13 سالم بود، توی خونه یه فامیل رفتیم، همیشه صدای این زن تو گوشم بود. شوهرش رو ازش دور میشه، میگه شوهر من بلد نی پای مرغ رو ببنده، یعنی انقدر بی ارزه است که بلد نیست پای مرغ رو ببنده. و وقتی که مرد وارد میشد همینجور سرش رو تکون میده، تو دست نزن، تو دست نزن، تو اصلا نمیتونی این کار رو بکنی. باور کن چند سال، نمیدونم 10-15 سال گذشت که خبر رسید، که نمیدونم چه اتفاقایی افتاده بود، واقعا نمیدونم، فقط یادمه که این خبر خیلی باعث تشویش و ترس و نگرانی من شد و خیلی تو فکر رفتم. گفت این شخص، اسمش هم هیچ وقت یادم نمیره، رضا، خودش از طبقه سوم انداخته بود پایین، خودکشی کرده بود. نمیگم الان به خاطر این، متوجه ای؟ فقط این زمینه فکری توی ذهنم بود که این زن اصلا این مرد و آدم حساب نمی کنه. الان تو ایمان چی؟ اگه من براش دعا نکنم اصلا دعا نمی کنه. من باید براش کلام بخونم، من باید براش دعا کنم، من باید پولش بدم، نیست؟ وقتی میبر خورد آدم چیکار کرد؟ خودشو درگیر نکرد. چرا؟ چون زن جای مرد تصمیم گرفته بود، تموم شده بود. میوه رو گرفت و خورد عزیزان، و از اون لحظه همه چیز برعکس شد، درسته؟ وقتی کلامو میخونیم میبینه همه چیز برعکس شد. وقتی زن سرشته رو تو دستش میگیره، مرد چیکار میکنه؟ به طور ناخواسته خودشو کنار میکشه. مرد قرار بود که غذا تهیه کنه، ولی حوا تهیه کرد و به شوهرش داد. مسئول خوراک دادن با کی بود؟ با مرد بود. ولی این سیبی که داد به اون، یعنی نشون داد که من دارم برای خوراک آماده میکنم. پولس خیلی زیبا میگه زن برای مرد، نه مرد برای زن. وقتی ترتیب به هم خورد، حوا چی شد؟ تدارک کننده شد. آدم چی شد؟ گیرنده شد. آدم چی شد؟ تابع و خورنده شد. زن تهیه کننده شد. از اون وقت به بعد بود که زن چی شد؟ جهت رو چیکار میکرد؟ نشون میداد. کنترل تو دستش بود. کدوم واقعا وقتی داشتم اینو، فقط و تنها کسی که اون آدم و حوا اون لطمه‌ای که خوردن و واقعا چطور این روح شیطان روی اونا قرار گرفت، فقط و فقط یاد اخاب و ایزابل افتادم، که تو کتابم نوشتم چند جا اخاب و ایزابل مساوی با شیطان و اعمال شیطان. و
وقتی میخونی تو اول و دوم پادشاه هم بریم بخونی، زنه که داره تصمیم میگیره الان باغو برو بخر، اینجا برو با ایلیا این کارو بکن، اینجا و بدبخت اخاب مسخ شده تو دستای ایزابل این عروسک کوکی از این ور به اون ور حرکت میکنه. شیطان به خاطر به منزله تحقیر کردن خدا چیکار میکنه؟ به سوی زن میره اول، چون میخواست خدا رو تحقیر کنه و اونا چیکار کردن؟ خودشونو پنهان کردن. ولی خدا دوباره اومد وارد صحنه شد، گفت آدم کجایی؟ نگفت حوا کجایی، درسته؟ حوا رو صدا نکرد، آدم رو صدا کرد. یعنی آدم تو باید جوابگو باشی. روش برخورد خدا با آدم دوباره میخواست نشون بده که نباید ترتیب به هم بخوره. وقتی ترتیب به هم میخوره در اون برکت بی برکتی و ناامنی به وجود میاد. شیطان چیکار میکنه؟ میاد که بکشه، هلاک کنه، نابود کنه. ولی عیسی مسیح خدا و با ترتیباتی که میذاره میخواد ما رو وارد یه حیات وافرتر بکنه. و اینطور شد که اونا به نیکویی، برکت و ترتیبات عالی خدا شک کردن. شیطان اونا رو چیکار کرد؟ به شک انداخت. از اونجا به بعد همیشه یک ترسی در زنان خدا نترس، زنان ناموتی، زنان مخفیگاه، مخفیکار، کسی که تو تاریکی کاری میکنه مثل حوا، این ترس هم به مردش منتقل میکنه. چیکار شد؟ توی دنیا به وجود آورد ترس. اگه کنترل رو از دست بدم، اگه کنترل رو شوهرم از دست بدم چه اتفاقی میفته؟ زن ناموتی نمیتونه زیر تسلط همسرش باشه، به هر حربه ای دست میزنه. حتی اینو واقعا دیدم اواخر، خیلی به وضوح دیدم، حتی با روح تهدید شوهرشو وادار میکنه که زیر فرمان و تسلط خودش باشه. و متاسفانه اگه این روح رو نشناسیم، حتی نسبت به این زنان کنترلگر، به جای اینکه ما زنان بالغتر و مسنتر تعلیم صحیح رو به اونا بدیم، با دلسوزی چیکار میکنیم؟ اونا رو تو موضع کنترل خودشون نگه میداریم، به جای اینکه وظیفه ای ماست اونا رو به راه راست با تعلیم صحیح هدایت کنیم، اونا رو با دلسوزی های بی خود، با پشتیبانی های بی خود تو اون مسیر نگه میداریم که شوهر خودش مسخ شده زیر فرمان خودش باشه. دقیقا مثل اخاب. وقتی اخاب رو نگاه میکنی فقط خیلی خیلی درسا داره. اول پتروس 3:6 خیلی زیبا گفته اینو، برعکس ایزابل. اول پتروس، اگه کسی میاره که منو بردم، 3:6، من از 5 میخونم. زیرا بدین گونه زنان مقدسه در سابق نیست که متوکل به خدا بودن، خیشتن رو زینت مینمودن و شوهران خود را اطاعت میکردن، مانند سارا که ابراهیم را مطیع بود و او را آقا میخواند و شماها دختران او خوانده شده اید. چرا نمیترسه سارا؟ میگه از هیچ خوفی نمیترسه عزیزان. میگه شما مثل سارا هستین که از هیچ خوفی نباید بترسین. چرا از هیچ خوفی نمیترسه؟ آیه 5 داره جواب میده، چون که متوکل به خدا هست. کلمه کلیدی چیه؟ توکل به خدا. زنانی که زیره اطاعت خدا نیستن، دائم زیر اطاعت خدا و همسرشون، دائم دیدی از همه چی میترسن، پر از نگرانی، پر از دلشوره. چرا؟ چون مشکل دارن با اطاعت. مخصوصا اینطور زنایی که سخته براشون اطاعت کردن، بیشترین چیزی که میترسن کنترل امور از دستشون بره. اینا همه علامت چیه؟ آیه 5 میگه به خاطر اینکه این زن اعتماد و توکل به خدا نداره. اگه تو از آینده
می ترسی؟ نیست؟ دست تو شاید شوهرت قابل اعتماد نیست، درسته اشتباهاتی کرده، ولی تو دست تو از اون موضع بردار، بسپر به خدا، به خدا اعتماد و توکل کن. با اطاعت و تسلیم فروتنانه به همسرت تو نشون میدی که اطاعت و توکل تو به خدا. خدا ما رو دعوت نمیکنه که به شوهرمون توکل کنیم عزیزان، بلکه به خدا توکل کنی با اطاعت از همسرت، چون ترتیبات خود خدا تعیین کرده. متوجهی؟ آره، همین میگه یه همچی زنی از هیچ خوفی نمیترسه. بارها من تو جلسه خادم سازی اینو تعلیم دادم، زنی که زیر اطاعت همسرش نیست، چون زیر ترتیبات خدا نیست، نمیتونه خدمت درستی انجام بده. زیر کدوم اقتداره؟ زنی که از شوهرش اطاعت نمیکنه و داره تو کلیسا خدمت میکنه زیر کدوم اقتداره عزیزان؟ اگه زیر اقتدار خدا و شوهرش نیست، شیطان. شیطان چه روحی؟ آیا ما اگه خدمت میکنیم باید حیات تولید بشه دیگه؟ کسی که زیر اقتدار شیطانه چه چیزی تولید میکنه به جز موت؟ موت، موت. کسی که زیر اقتدار خدا و همسرش نیست داره موت رو به دیگران منتقل میکنه. اگه کلیسای خانگی داری، هر خدمتی میکنی زیر اقتدار همسرت نیستی، تو حیات منتقل نمیکنی، چون حیات فقط زیر اقتدار عیسی مسیح خداونده. و اگه زیر اقتداری باید زیر ترتیبات اقتدار باشی. آمین. مریم مادر عیسی یادتونه فرشته خداوند اومد به او ظاهر شد، نقشه خودشو به مریم داد، ولی بعد از ازدواج وقتی یه همچین مشکلی به وجود اومد که هیرودیس کودکان زیر 2 سال قتل عام کرد و باید اونا فرار میکرد، شب هنگام خدا و فرشته خدا رفت سراغ مریم. سراغ کی رفت؟ یوسف. نقشه خودشو به یوسف نشون داد عزیزان. به مریم نقشه رو نمیده، بلکه به یوسف میده، چون اینا دیگه زیر یه سخت رفته بودم و یوسف سر اون خونه است. اگه من و شما بودیم، همین من که با دردهای خیلی زیاد اینجوری اگه دارم تعلیم بودم، فکر نکنی از اول پرفکت، زن مطیع، مظلوم، خانوم، نه، با دردهای خیلی زیادی، با شکستهای خیلی زیادی الان دارم یه کمی یاد گرفتم که الان خدا اجازه دارم این تعلیمو میدم و هنوزم دارم یاد میگیرم. نیست؟ اگه من و تو بودیم جر و بحث میکنم، من مادر عیسی هستم، یادت فرشته اول به من ظاهر شد، به من گفت نه زن نعمت رسیده، حالا چطور اومد سراغ تو؟ ما همه مساوی هستیم. خدا به ترتیب خودش و خانواده عزیزان احترام میذاره. مریم میتونست بگه حالا تو این وقت شب قربونه زده به سره، اگه درست بود میامد پیش من. اطاعت کرد، مثل سارا که از ابراهیم اطاعت کرد. خدا رفت به ابراهیم گفت خانه پدری خودتو ول کن، برو، اصلا آدرسم نداشت. سارا یه زن خان اصل و نسب دار، ابراهیم توی خانواده بت‌پرست بود، سارا وقتی تو اجداد اونو نگاه میکنی یه سر کله از ابراهیم بالاتر بود عزیزان. اگه ما باشیم خانواده من، میدونی ما اکنی، ما اصلا خونه بابام به من نگفته دست به سیاسه، حالا اومدم شوهر کردم باید اطاعت کنم. من اطاعت و این چیزا رو نمیفهمم. فقط اون میدونست، دنبال ابراهیم قدم به قدم رفت، نمیدونست ابراهیم داره کجا میره، هیچ آدرسی نداشت، رفت. به حاکمیت خدا اعتماد داشت عزیزان، به نقشه های نیکو خدا اعتماد کرد. با اطاعت از همسرش، از ابراهیم، مریم با اطاعت از یوسف به مصر فرار کرد. و خدا چقدر فیض خودشو، فکر میکنی اگه مریم اطاعت نمیکرد آیا نقشه خدا به اینجا ختم میشد؟ رفتار مطیعانه زن از شوهرش
عزیزان مجذوبیت تو رو از عیسی نشون میده. تو چقدر با خدا داری زندگی میکنی از رفتار تو نسبت به همسرت نشون میده. وقتی میگی من به همسرم بی‌اعتمادم چون این خرابکاریای کرده، اطاعت نمیکنم، هزاری صبح تا شب دهن تو باز کنی بگی هللویا من عاشق خداام، خدا این رابطه تو با همسرت نشون دهنده رابطه تو با عیسی است. وقتی به شوهرت اعتماد نمی کنی، بی اعتمادی تو رو، توکل نداشتن تو رو به خدا داره نشون میده. آمین. و تو باعث میشی ترتیبات خدا به هم بخوره و لعنت و بی برکتی تو زندگی تو بیاد. اما وقتی تو توکل میکنی، اعتماد میکنی، نیست حتی میزان اطاعت تو عزیز از همسرت میزان اطاعت از خدا رو نشون میده. باور کنی خیلی موقع ها نااطاعتی میامد تو قلب من، الانم اگه موازه به قلبم نباشم خیلی چیزا شاید درست نمیبینم، فقط میرم در حضور خدا و قلبم میگم خدایا فقط میخوام الان با آسمون تو یک بشم، میخوام فقط با تو یک بشم، چون میدونم اگه با تو یک بشم خودم رو زیر دستای قدرتمند تو بذارم، هر چیزی که بشه من در اطاعت هستم. تویی که میتونی راه و روش درست به اون نشون بدی. الان خیلی وقته مشورت میکنیم، دعا میکنیم، میگه نسرین، میگم هر دعا میکنم، دعا مینه خدایا آن چیزی که میخوای به من، یه موقع بود میگفتم به من نشون بده، الان میگم به آلبرت نشون بده خداوند، هر چی که هست، هر چی که درسته، چون میخوام زیر رهبری اون من خدمت کنم، زیر مس اون من میخوام خدمت کنم. عزیزم مس همجور الکی به وجود نمیاد، متوجه این؟ با دست بذاری مس بیاد تو بتونی، مس موقعی به دست میاد که خاک کلیسا رو بخوری، دردها رو عبور کنی، فوشا رو عبور کنی، چه تو کلیسا چه توی خانوادت، این ور صورت تو میگیرن 10 دفعه هم این ور رو بگیر، ناحقی ها رو ببینی، فقط بگی خدایا به خاطر تو، چون میخوام از تو اطاعت کنم، چون مطیع تو هم میخوام زن خدا ترس باشم، برای همین اگه اشتباه جایی میسپارم به تو، ما فکر میکنم دست بذار رو من مس بیاد. هرگز مس بدون درد و رنج راه صلیب به دست نمیاد. اگه مشکلای در روح هست، تصمیمات اشتباهی میگیره، بی حکمتی، دعا کن برای همسرت و برای خودت دعا کن که واقعا در اون اطاعت از همسرت خدا رو جلال بدی، چون زن صالح زنی یک خدا ترسه، دل شوهرش بر او اعتماد داره و مطیع شوهرشه. آمین. و در این زندگی با ترتیبات خدا که جلو میری، اولین چیزی که خیلی تو زندگی زن و شوهر نمود پیدا میکنه و تو رابطه با ما با کلیسا هم همجور، ما به عنوان زن، کلیسا به عنوان زن و عیسی به عنوان مرد، اولین چیزهایی که خیلی دیده میشه عزیزان وفاداریه، وفاداری بین زن و مرد خیلی جلوش عمیق‌تر دیده میشه وقتی اون اطاعت میاد، نیست؟ اون وفاداری شکل میگیره در زندگی ما. یه موقع ما وفاداری، الان میخوام یه قسمتی راجع به وفاداری صحبت کنم، وفاداری در ازدواج، در عهد ازدواج. الان کسایی که دارن گوش میدن این قسمت از تعلیم فقط مختص خانوم ها نیست، خواهران نیست، بلکه مال هم زنه هم مرده. آمین که بشه، که چون این تعلیماتی که دارم میدم واقعا یه تعلیماتی که متقابله، یعنی مردم جایگاه خودشو داره، الان فقط ما داریم نقش زن رو نگاه میکنیم. آمین که در ماه دیگه یک تعلیمم آماده بشه که برادرای عزیزم اون بدونن چه نقش کلیدی در این نقشه هدف خدا برای ازدواج، عهد ازدواج دارن. الان میخوام راجع به وفاداری در زندگی زن و شویی صحبت کنم، که وفاداری پایه و اساس یک زندگی خداپسندانه است در عهد ازدواج. همجور که مسیح تا به مرگ وفادار بود برای کلیسای حقیقیش، و کلیسای حقیقی هم با وفاداریش به عیسای مسیح تا مرگ، هر سختی، هر ناملایمتی در کلیسا، در بیرون نشون میده وفاداریشو به عیسای مسیح،
متوجه هستین؟ کلیسای وفادار چون عیسی مسیح تو به مرگ برای ما وفادار بود. آمین. و خدا میخواد که زن و شوهر وفادار برای هم بمونن. وقتی میگیم وفادار، یه موقع فکر میکنیم فقط گناه جنسیه. خیلی جالب، مثلا میگیم یکی زنا کرد، میگی زنا، نه اصلا این اسمش زنا نیست عزیزان. وقتی کلام خدا میگه یکی زنا کرده، یک گناه جنسی کرده، سه بود رو در بر میگیره. متوجه هستین؟ چشم، قلب، ذهن. از طریق هر سه تا، حتی اگه نری بخوابی، از طریق هر سه تا تو میتونی زنا کنی. عیسی مسیح میگه اگه چشمت با چشم تمنا به یه مرد یا یه زن نگاه میکنی، اون چشمتو بهتر در بیاری، بدون چشم وارد ملکوت خدا باشی. قلبتو کجاست؟ شخص دیگه به هر عنوان اگه وارد قلب توه، مثل برادرم اینو دوستش دارم، مثل خواهرم، پسرم عزیز، مثل دخترم دوستش دارم، نیست؟ هر عشق و علاقه ای، حتی یه سر سوزن بالاتر از همسرتو، زنتو، شوهرتو در قلبت باشه، قلبتو داره زنا میکنه. متوجهی؟ ذهنتو چی؟ تو با ذهنت میتونی زنا کنی. تصویر سازی هایی که میکنی، صحنه های گذشته در حیطه ذهنی توه. از دیدگاه خدا تو فقط این نیست که با عمل فیزیکی زنا کنی، از هر سه بود تو زنا کردی و به عهد ازدواجت خیانت کردی. متاسفانه حتی تو این اواخر متوجه شدم ایمانداره 20 ساله حتی اینو نمیفهمن. در چه قسمت های دیگه ما زنا انجام میدیم تو زندگیمون، خیانت میکنیم به وفاداری که باید برای زنت و برای شوهرت باشه، و در نتیجه اون رابطه زن و شوهر که باید شفاف باشه تاریک و ضعیف میکنیم. از نظر احساسی، عاطفی، وقتی در جمع گلو شکایت میکنی از همسرت، آبروی همسرتو میبری، نیست؟ با افرادی که صلاحیت ندارن میری صحبت میکنی، غیبت شوهرتو میکنی، تو داری چیکار میکنی؟ داری از نظر عاطفی و احساسی صدمه میزنی، یعنی زنای رونیه، تو جدا کردی خودتو از اون روحی که در خداست و از همسره، غیبت همسره. واقعا زنی بود خیلی هم قدیمی بود، راست میرفت چپ میامد، فقط میگفت عشا بود میامد سراغ من. خواهر نسرین الان شوهرم این کار کرده، چی کار کنم؟ نمیتونم عشا شرکت کنم. خواهر نسرین همین پیروز شوهرم این کار کرده، شوهرم گفتم ببین دست از این سر این مرد بدبخت بردار، یه بار بیا بگو خواهر نسرین دعا کن من یکم صبورتر باشم، یه بار بیا بگو دعا کن من برای شوهرم دعا کنم، یا همینطور برعکسم میتونه باشه. و همینطور خدا میخواد ما وفادار باشیم. وفاداری فقط در حوزه جنسی نیست، چشم، ذهن، قلب، در کجاست؟ در احساسات، در عاطفه، همینجور در متعهد بودن به قول و وعده هایی که به هم میدیم، چه کوچیک چه بزرگ. وقتی قولی به زنت میدی، به شوهرت میدی، حتی اگه کوچیکه، اتفاقا اون کوچیکا بیشتر اعتماد رو جلب میکنه، بیشتر وفاداری رو نشون میده. وفاداری و زلال بودن در چیزهای کوچیک، مخفی نکردن خیلی چیزا، اون بیشتر وفاداری رو به ثبات میرسونه، قوی تر میکنه. و همینطور وفاداری در جنبه های فیزیکی و احساسی، بازم یه قسمت دیگه ای رو که مطمئنن آمین که تو خواهرها اصلا این مشکل نیست، شاید تو برادران باشه، فیلم های پارنو، فیلم های که نامناسب نگاه میکنیم، این کاملا عدم وفاداری رو به اثبات میرسونه، چون از نظر احساسی، عقلی، فیزیکی تو درگیر میشی. وقتی چشم تو به یه زن نامحرم از طریق تصویر، حتی عکس،
نگاه کردن تو اینترنت میخوای بری، هم ذهن تو درگیر میشه، هم چشم تو، هم قلب تو. چی میشه؟ به وفاداری لطمه میخوری. دارم راجع به وفاداری صحبت میکنم که چه حیطه‌هایی از زندگی ما رو میگیره. این تصویر تموم میشه عزیز؟ وقتی تو یه چیزی رو نگاه میکنی میگی یه بار نگاه کردم تموم شد دیگه، دست از سرم بردار، اون تصویر تموم نشده. مغز تو ثبت میکنه، تکرار میکنه، داره خیانت انجام میشه، زنا داره انجام میشه، زنای احساسی چشمی روی روابط زن و شوهر تو داره تاثیر میذاره. و زن چه احساسی داره؟ احساس ناکافی بودن میکنه در مقابل مردش. و همینطور چه چیز دیگه ای وفاداری زن و مرد و لطمه میزنه. مخصوصا این خیلی برای زن ایرانی خیلی مهمه که بدونیم. با مادرمون، مادر من دلسوز منه، خواهرم دلسوز منه، مخصوصا با مادر اشکالی نداره برم همه چیز شوهرم رو بگم، میخوایم با هم دعا کنیم، داریم درد دل میکنیم، برای میری برای مادرت صحبتهایی میکنی، رازهای مخفی همسرتو افشا میکنی. عزیزان بعد از ازدواج نه مرد نه زن اجازه اینو نداره که به عقب برگرده در هیچ قسمتی. چرا؟ چون قانون ترک کردن و پیوستن شکسته. میگه ترک کن گذشته رو، پدر و مادر تو، خانواده تو، نه اینکه بی احترامشون کن. هر چیزی که اگه مادر تو میدوی میری به مادرت میگی به خاطر اینکه بهش درد دل کنم، تو لطمه به زندگی زن و شوهرت میزنی. میگه ترک کن و بپیوند به همسرت. تو قانون ترک کردن و پیوستن رو چیکار کردی؟ از بین بردی. اگه تو رابطه ای داری حتی با مادرت، با خواهرت، با هر کسی که میگی یه رابطه هست مثل پسرمه، ولی همسرت آرامی خودشو از دست میده. عزیزان با یکی داری چت میکنی، اسمس میزنی، آرامی خودشو از دست میده همسرت، سلامتی او داره به خطر میفته، همسرت داره اذیت میشه به هر دلیلی. تو اجازه نداری بگی مشکل اوست، هنوز نمرده. خیلی مقام تو مسیحیت اینو میگیم نیست؟ تو اصلا روش کردی؟ این همه میری کلیسا، این همه داری تعلیم میبینی، پس چرا هنوز پس هنوز نمردی؟ خیلی زنا به شوهرشون میگن، شوهرها به زناشون میگن نیست؟ ولی یه همسر، یه همسری که به عهد ازدواج پیوسته، حتی ضعف داره شوهرش، زنش یا شوهرش، حساسه نسبت به این اسمسی که تو داری هی میزنی. اینا رو چرا دارم میگم؟ واقعا تجربه هایی که زندگی ها رو از بین برده. زن شوهری بود که میگفت، شوهره بیچاره میگفت شب و نصف شب میبینم زنم پیشم میمیرم پایین، میبینم داره چت میکنه، میگم بده به من، پاک میکنه همه رو. میگه همین جوری باید به من اعتماد داشته باشی. اگه به من اعتماد داری چرا میخوای تلفنمو نگاه کنی؟ متوجه هستی؟ یعنی تا کجا؟ و اجازه نداریم به هم دیگه بگیم تو بدبینی، چرا داری تلفن منو چک میکنی؟ یه دوستیه، یک رابطه دوستیه، هیچ چیزی نیست. اگه هر رابطه دوستی ضعیفتنی به پیوستگی تو با زنت یا شوهرت صدمه میزنه، فرمان خدا برای تو اینه، ای زن مقدسه خدا ترس، ترک کن و به همسرت بپیوند. آمین که زنان بالغ این تعلیم صحیح رو به زنان جوان درس بدن. آمین. نه اینکه بیان زنان جوان پشت دلسوزی ها و با دروغ هاشون قایم بشن. خدا نکنه که کلیسا تو این مسیر جلو بره. اگه خیانتی شده عزیزان در زندگی زن و شوهرت، در ذهنه، در چشمه، در قلبه، با اقتدار کلام خدا میگم هیچ چیزی تو لاپوشونی کنی، هزار تا کار بکنی، هرگز و هرگز زندگی زن و شوهر تو اصلاح نمیشه، مگه اینکه با توبه و اعتراف زندگی زن و شوهر تو میتونه احیا بشه، بنا بشه، دوباره ساخته بشه.
دنبال بیراهه و حاشیه ها نرو. اگه اتفاقی افتاده تو زندگیت، اگه جراحتی تو ایجاد کردی، بهونه نهیار. کم داشتم، بی محبتی بوده از طرف همسرم، این بهونه های خیلی راحت آویزونش میشیم. تو موظف هستی به عنوان یک زن، یه مرد، مسئولیت رو برداری و بگی من این گناه رو کردم و من میخوام احیا کنم، من میخوام بنا کنم با اعتراف، با توبه. و هرگز یادت نره عزیز من، وقتی کسی رو مجروح میکنی و به وفاداری یه رابطه زن و مرد لطمه خورده، اینو میتونه تو رابطه دوستی هم باشه عزیز من، دوتا خواهر، دوتا خادم که به هم اعتماد کردن، نیست؟ رو هم حساب باز کردن، ولی این رابطه لطمه خورده، مجروح شده، متوجه هستی؟ وفاداری باید اونجا بود. خیلی موقع ما با هم عشا میخوریم، عهد میبندیم، پشت هم بیستیم، نه پشت ناراستی، برای کلیسا پشت هم بیستیم. و اگه اینجا نیستیم چی میشه؟ اون رابطه، اون وفاداری تمام لطمه خورده. از ریشه تو نمیتونی با یه لبخند و فقط بری و بیای، باید با اعتراف، توبه، بازگشت باشه. و باید آگاه باشی اگه کسی مجروح شده، یعنی تو وفاداری رو لطمه زدی، تو میتونی با توبه و اعتراف گذشته رو تازه کنی، ولی هرگز نمیتونی، یعنی موظف نیستی تو آینده رو به اون شخص بدی. متوجه هستی؟ کسی که ضربه زده، کسی که اون عهد رو شکسته، بی وفایی کرده، متوجه هستی؟ چیزایی تو مخفیگاه داشته، تو آینده رو به زور نمیتونی ترمیم کنی. واقعا دیدم زن شو هزار تا خراب کاری الان میاد، ما اینقدر با هم خوبی، عاشق همیم، میگم مگه میشه؟ اصلا مگه میشه یه همچی چیزی؟ اصلا تو ضد کلام خدا داری حرف میزنی. تو توبه حقیقی اگه کردی، اعتراف کردی، تو گذشته رو درستش کردی، آینده ترمیم نشده. اون مردی که لطمه خورده، اون زنی که لطمه خورده، اون یار تو که تو خدمت لطمه خورده، تو باید اعتماد رو ایجاد کنی و این زمان میبره. آمین. فرد مجروح نمیتونه آینده رو به تو بده فقط با یه اعتراف و توبه. یعنی من دیگه الان تو اعتراف کردی، توبه که الان خوبیم، عاشق و معشوقیم، دوستیم، من دیگه به تو اعتماد میکنم، این فقط کلا سر خودمون گذاشتنه، سرمونو تو کپک، این کپک تو برف کردنه. اما چطور اعتماد بازسازی میشه عزیزان؟ این خیلی مهمه. به تناسب جراحات وارد شده به کسی که تو خیانت کردی یا اشتباهی کردی، باید زمان بدی و ادامه بدی به اون رابطه. متوجه هستی؟ افق دید بخشش به گذشته متمرکزه، افق دید اعتماد به آینده. درست میگم یا نه عزیزان؟ یه آمین بگین. متوجه هستین چی میگم؟ افق دید بخشش به گذشته، منو ببخش، اعتراف میکنم من این گناهو کردم، بی وفایی کردم، خیانت کردم، نامردی کردم، پشت دروغ ایستادم، من توبه میکنم، اعتراف میکنم. ولی هرگز اون شخصی که مجروح شده به خاطر اشتباه تو نمیتونه به تو اعتماد کنه. این تو خدمت عزیزان، تو رابطه دوتا دوستی خواهره و چقدر بیشتر تو رابطه زن و شوییه. اعتماد چیه؟ ربط به آینده داره. سطح جراحات وارد شده چقدره؟ من حکمی نمیتونم بدم، خودت باید اینو تعیین کنی، خودت باید در حضور خدا بگی خداوند واقعا به من کمک کن، صبر بده، که واقعا اگه نسبت به نمیدونم چتا و نمیدونم رفتارهای ناشایست تو بوده، واقعا باید مواظب باشی، خیلی مواظب باشی تا اعتماد شوهرتو جلب کنی، تو رفت و اومده جوابگو باشی. نه اینکه من اگه به من اعتماد داری هر جا دلم میخواد برم، هر کاری دلم میخواد بکنم، این ضد قانون خداست. متوجه هستی؟ و یادمون نره در آخر عزیزان، ازدواج، معنی ازدواج یعنی ورود به صحنه از
رابطه که در اونجا یک حریم مشترکی وجود داره. متوجه هستی؟ ازدواج، دوباره میگم، یعنی ورود به صحنه از رابطه که در اون یک حریم مشترکی وجود داره. دوباره یه مدل دیگه، ازدواج یعنی زندگی در یک منطقه مشترک گاهی آشوب زده است به خاطر گذشته های متفاوت. یعنی صابون به تنمون بمالی، اگه تو این هیته آشوب زده است، مشکل به وجود میاد، زود دنبمون رو کولمون نذاریم در ریم، چون ما با گذشته های متفاوت وارد این زندگی میشیم. مثل دوتا رود که به هم میخورن، رود خروشان توش، تو این رودا چیه؟ پر قوطی حلبی و آتشقال به هم میخورن، چی میشه؟ سرصدا تولید میشه. یه زمانی طول میکشه تا به دریا منتقل شن، اونجا وارد یک آرامی میشن. چقدر من و آلبرت مشکل داشتیم، چقدر سرصدا داشتیم، چقدر باید میمردیم. چقدر فکر نکنین الان دارم این کلام از چی میگن دلش سرخوشی، آره سرخوشی و صدا، آره تو باید به همسرت عزیز من اجازه بدی وارد تمامی بخشای زندگی تو بشه. چرا؟ چون او داره تو اون محبت زندگی میکنه. متوجه هستی؟ ای برادر من، دوباره میگم، ای خواهر من، تو باید به همسرت اجازه بدی وارد تمام بخشای زندگی تو بشه. چرا؟ چون دوتایی با هم تو یک محوطه مشترک دارین زندگی میکنی. او حق داره بدونه در من داره چی میگذره، حتی اگه من خیلی وقتا با سکوتهای آزاردهنده او رو ناآگاه نگه میدارم، ولی تای دلم میدونم که او محقه و باید از مخفیگاه های من مطلع باشه. ولی خواهر عزیز من، برادر عزیز من، به پیشنهاد میکنم خودت پیش قدم شی و اون تاریکی که پنهانش کردی، اون چیزهای مخفی رو به همسرت بگی. چرا؟ باز هم میگم، چون ما دوتا در یک حریم مشترک داریم زندگی میکنم. هر چیزی که در تاریکیه، هر چیزی که در تاریکیه از خدا نیست. افسوسیان باب 5 آیه 13 میگن لیکن هر چیزی که مذمت بشه از نور ظاهر میشه، زیرا آنچه که از نور ظاهر میشه خود نوره. پس تو که ایک خوابیده ای، بیدار شو تا مسیح بر تو نورش رو بریزه. هر چیزی که در تاریکی میمونه عزیز من، شریر میتونه رو اون تسلط داشته باشه، حتی اگه تو دیگه اون کارو نکنی. باور کن، همین دو هفته پیش بود که با یه نفر مشاوره داشتم، خدا رو شکر اون شخصم خودش، نمیخوام اسمشو بگم، ولی خودش، چون دارم میشنوم، ولی خودش تو خواهران جلوی همه خدا رو شکر وقتی که نور میاره، آزادی میاره، ترسا میره، با آدم اوریان شهادت میده، خودش شهادت داد. دو سه تا مورد من سالها پیش، حتی قبل از ازدواجش، توی زندگیش بود و این داشت توی زندگی شریر خیلی راحت، چون زیر نور نیاورده بود. متوجه این؟ وقتی یه چیزای مخفی زیر نور نمیاری، شریر خیلی راحت عزیزان تو دنیا. شما باور کنید دنیای روحانی خیلی واقعیه، دنیای تاریکی خیلی واقعیه و شریر خیلی راحت میتونه کنترل داشته باشه، محکوم کنه توی زندگی تو و تو زندگی تو حرکت کنه. و رابطه این زن و شوهر هر کاری ما میکردیم واقعا توی شفافیت و عشق قرار نمیگیره. تا یه روز خودم یکی دو بارم باش قرار گذاشتم، نتونست بیا تا آخر، بهش وقت دادم، گفتم من فکر میکنم دو تا مورد تاریکی تو گذشته تو، طفلک واقعا نمیخواست مخفی کنه، فقط یادش رفته بود که بعد قرار گذاشتیم، بهش گفتم توبه کن، زیر نور بیا. گفت میخوام جلوی شما خواهر نسرین از شوهرم زانو بزنم توبه کنم، چون بارها شده بود احساس الزام میکردم، فقط میرفتم گفتم خود منو ببخش عزیزم به خاطر اگه چیزای مخفی تو زندگیم بوده. ولی به طور مشخص رفت اعلام کرد و واقعا از اون روز چقدر نور تو خود این زن جاری شده. اگه نمیتونی، سخته، میتونم بفهمم، با روزه و دعا قدرت بگی تا موضوع رو از تاریکی بیرون بیاری. تاریکی رازهای مخفی عزیزم ما رو در محکومیت نگه میداره. میگه
دیوها رو زیر نور بیارین تا بمیرن اونا. آمین. آمین. و اما تو سخنان شایسته تعلیم صحیح رو بگو به زنان جوان، تا زنان جوان ما خرد رو بیاموزن. اینا حکمت میخواد که یه زن اینجوری قدم برداره و باید یاد بگیرن، تعلیم ببینن. تا زنان جوان ما خرد رو بیاموزن، شوهر دوست باشن، فرزند دوست باشن، خرد اندیش، خردمند با حکمت باشن، عفیفه و پاکدامن باشن، کدبانو باشن، مسئولیت بچه و زندگیشون رو کول اینو اون نندازن که بعدن یه جا دیگه بیرون بیاد، مهربون باشن، مطیع شوهران خود باشن، که مبادا کلام خدا متهم و بی اعتبار نزد مردم باشه. و در آخر برای تشویقتون، خدا عزیزا ما رو تنها به این میدون نمیفرسته، به این حیطه زندگی مشترک که گاهن خیلی سخته نمیفرسته. خدا خودش و قدرت روحش رو به ما داده. ما با جنگیدن علیه این روح نامطیع، بی محبتی، بی حکمتی، روح خدا با ماست که جنگ نیکوی ایمان رو بکنیم، در جهت مخالف تمام این چیزها حرکت کنیم، تا نقش یک زن در عهد ازدواج باعث جلال نام خدا بشه و بلند کردن رابطه های ما در این زمانهای آخر، رابطه های زن و شویی باشه. آمین. چون زن مقدس قدرت الهی داره، روح خدا رو داره و خدا میگه قدرت الهی او برای تک تک ما کافیه تا اون زندگی خدا پسندانه رو که زن صالح قادر بکنه ما هم بتونیم بکنیم. آمین. و آمین که این تعالیم سه هفته فقط نقش زن در عهد ازدواج بود و امیدوارم در آینده اگه خدا هدایت کنه یک جلسه هم نقش مرد در عهد ازدواج رو بپردازیم، تا آمین که عدالت خدا انجام شه. آمین. باشه و خانواده های مبارک در کلیساها بلند کرده بشن که هر کس نقش حساس خودشو در ملکوت و پادشاهی خدا انجام بده. آمین. چشمای خودمونو میبندیم و همین در همین روحی که هست در دعا هستیم.